این حمله گونه تر ریزی شده بود که در نخست یک موتر پر از مواد انفجاری مواد همراهش را به دیوار عقبی حوزه ششم امنیتی منفجر می سازد. براه را برای ورود مهاجمان باز می کند. پس از آن درگیری میان مهاجمان و نیروهای امنیتی اوج می گیرند. اوضاع با گذشت هر دقیقه در اینجا وخیمتر شده میره و درگیری پراگنده هنوز ادامه داره و روند بیرون کشیدن زخمی ها هنوز ادامه داره و نیروهای دولتی تلاش دارند تا اوضاع را دوباره به حالت عادی برگردانند. این سرباز پلیس یکی از زخمیان این رویداد است که برای زنده ماندن گام برمی‌دارد و در چهار سویش گلوله باری ها ادامه دارد. دختر کوچکش زخمی شده است و به علت ادامه درگیری ها نمی تواند که خودش را به خانه برساند. خانم مادر مثل و دختر کوچک مثل زنگ زدم زخمی شده، گفت چیجا گوار کردم ولی اجازه نمی تا که پیش برو. اکنون گرانترین بار مسئولیت را این نیروها بردوش می کشند، نیروهای ویژه پلیس. نیروهای بیشتر به محل رویداد رسیدن و درگیری ها یک بار دیگر اوج گرفته و نیروهای سی‌آر‌یو یا پلیس ویژه تلاش دارند تا مهاجمان را از پا در آورند. امبولانس ها همه منتظر بهبود اوضاع برای انتقال زخمیان و کشته شدگان این رویداد هستند. موترهای آتش نشانی نیز با سرنوشت مشابه روبرو هستند. غیر نظامیان نیز در این رویداد بدور از آسیب نماندند. در خانه شده بودیم، یک دمی هم انفجار شد، کلش شای خانه، دروازه، کلی چیز هم چپش لفتاد. سلام. از چهار سوی محل رویداد غیر نظامیان در حال فرار هستند. بخش های غیر نظامی نیز گواه آسیب های هستند. همین که اوضاع کمی بهبود می‌یابد، روند انتقال زخمی‌ها هم آغاز می‌شود. و نیروهای ویژه از چهار سو مهاجمان را در محاصره قرار می‌دهند.